شماها رو حفظ کنه، سلامت بشه، فرزندانتون رو حفظ کنه، و خدا انشاءالله روح شهید عزیزمون شهید دکتر علی محمدی رو با پیغمبر مشهور، با اولیاش مشهور. من عقیدم اینه که امثال ایشون و دکتر شهریاری و اینایی که از دنیای علم به وادی شهادت وارد شدن، علاوه بر همه برکاتی که دیگر شهدا دارن، اینا یه امتیاز دارن با اون که به محیط علمی ما آبرو بخشیدن. یعنی نشون دادن که محیط دانش کشور، اونم این دانش های پیشرفته‌ای که اینا دنبال میکردن، به وسیله چه کسانی داره اداره میشه. یک روزی بود که محیط های علمی ما تأثیرگذارانش کسانی بودن که نه به این ملت اعتقاد داشتن، نه به دین این ملت اعتقاد داشتن، نه به شرف این ملت اعتقاد داشتن. امروز برترین قله های علمی کشور و تحقیقی کشور داره به وسیله کسانی اداره میشه و تولید میشه، نه اینکه اداره میشه، داره میرویه به وسیله کسانی که در اعداد شهدای ما قرار میگیرن، یعنی بالاترین رتبه از ارزش های معنوی رو به دست میگیرن، مثل همین شهید علی محمدی و شهید شهریاری و امثال این. بنابراین شهادت این جور دانشمندها آبرو بخشید به محیط علمیه. علاوه بر این که هر شهیدی آبرو بخشه به ملتش و هر شهیدی آبرو بخشه به خانوادهش، شما خودتون و دیگر بازماندگان صبر کردید، تحمل کردید، زبان به شکوه و گله و اینها باز نکردید، با اینکه مصیبت مصیبت سختیه، اینه آدم میدونه که چقدر سخته این مصیبت، در این حال شما تحمل کردید، صبر کردید. این صبر برای شما یک افتخار بزرگه، این جلب رحمت الهی رو. آقا که پسرتون هست، خانم چی؟ دخترم هست. دخترتون هست. همین دوتا فرزند داریم؟ بله، هم دوتا. خدا انشاءالله هر دوشونه بهتون ببرد، سلامت بشین، انشاءالله موفق بشین. سلامت. خب خانم بشه. شما بگید برامون، ببینیم از دکتر بگید، از خودتون بگید. سلامت بشین. خیلی زحمت کشیدین حاج آقا، واقعا خیلی خوشحالمون کردین، خیلی لطف بزرگی کردین در حق ما، زحمت کشیدین، قدم گذاشتین در منزل ما، این لطف بزرگی بود که خداوند نصیب ما کرد. حالا من هرچی از دکتران بگم کم گفتم، انقدر ایشون پرتلاش بودن، انقدر مسئولیت پذیر بودن که خدا میدونه. چند سالش بود دکتر؟ 50 سالش بود. در طول 27 سالی که من با ایشون زندگی کردم، باور کنین لحظه ایو به بتالت ندیدم بگذرم، لحظه ای، حتی تو سفرهای یکی می رفتیم، حتی یعنی یادم ماه عسل رفته بودیم، ایشون کتابای درسشون رو با خودشون آورده بودن. دانشجو بود اون وقت؟ اون زمان موقع تعطیلی دانشگاه ها بود، زمانی بود که انقلاب فرهنگی شده بود، ولی خود ایشون انقدر علاقه داشتن، یادم درس کوانتوم رو خودش از قبل شروع کرد و بخوندن، هنوز درسش رو ارائه نکرد، یعنی دانشگاه که تعطیل بود ارائه هم نشده بود. کتابش رفته بود از اساتیدش پرسیده بود که چه کتابایی تدریس میشه، خودش گرفته بود و میخوند. بعد دیگه نه که تو ستاد انقلاب فرهنگی بودن، دکترایی که اونجا بودن ازشون کمک میگرفتن. من یادم زمان لیسانسشون مثلا استادا میگفتن 5 تا مسئله رو حل بکنی، ایشون تمام مسئله های اون فصل رو حل میکرد و شب تا صبح نمیخوابید، واقعا شب تا صبح نمیخوابید و خیلی کم سفر میرفت، خیلی کم تفریح برای خودش درست میکرد و واقعا تمام وقتش رو در مملکت داشت. رحمت خدا بریشون، درجاتشون انشالله عالی باد. بله انشالله. این شخصیت های اینجوری یقینا پیش خدای متعال
مراتب و درجات بلندی دارن. دلیلش هم ما چون غیبو که نمیبینیم اما استدلال وجود داره. دلیلش شهادت، خود شهادت، چون شهادت را یعنی کشته شدن در راه آرمان بلند و الهی به وسیله دشمنان این آرمان، این شهادت، اینو به هر کسی نمیدن. این من بارها گفتم این یک پاداشه، این یک حادثه طبیعی معمولی نیست، پاداشه. این پاداش رو به کسانی میدن که مستحق این پاداش باشن. خود این نشون میده که این شخصیت کاری کرده که مستحق این پاداش شد. و حالا همونطور که گفتم اینا آبرو شدن برای کشور، برای انقلاب، برای علم، محیط علمی، اینا آبرو شدن. انشاءالله که بعد از این هم این رشته کار جریان پیدا کنه. یعنی از زمانی که دکتر شهریاری اتفاق واسه شون افتاد، خب ما با هم رابطه همون نزدیک بود، میشناختم ایشون از نزدیک که چه مرد واقعا بزرگی بودن. واسه من خیلی سخت بود، یعنی برای من تکرار سال گذشته شد. در مورد این شهادت و امثال این شهادت، تسلای اول همونیست که گفتم، اجر الهی و پاداش الهی و اینا. روایت داره که شهید، کسی که شهید میشه در راه خدا، به مجردی که میفته زمین، حالا اون وقت مثلا تو میدون جنگ از اسب میفتدن، حالا یه جور دیگه، هم به مجرد این که به خاطر ضربه دشمن زمین میفته، قبل از آنی که از دنیا بره، یعنی هنوز تو این نشأه است، ملائکه میان دور برش، فرشتگان الهی، و میبینه اون فرشتگان رو. این خیلی چیز مهمیه. بله. که هنوز در همین نشأه با چشم مادی فرشتگان الهی رو میبینه و اونا بهش مژده میدن و خدای متعال همه گناهانش رو میبخشه. هر گناهی و تقصیری کرده باشه خدای متعال میبخشه، البته غیر از حق الناس کرده. بله. و حق الناس بحث دیگه است. این ببینید، این بزرگترین تسلای اینه. بعد از این تسلای دیگری هم برای شماها وجود داره و اون قدردانی مردمه. بله. شما دیدید مردم چه قدردانی کردن، چه پارسا، بله، چه امسال. بله. سر قضیه سالگرد ایشون، بله، چه قدردانی رسانه ها، مردم، اجتماعات. بله. اینم تسلاست، اینم تسلاست. خدا انشاءالله شماها رو محفوظ بداره، باقی بداره، انشاءالله درجات اون شهید عزیز رو روز به روز بیشتر کنه. اهل کجا بودن ایشون؟ ایشون پدرشون اهل کم بودن، بعد مادرشون هم تهرانی اصل بودن. البته خودشون همیشه به شوخی بهشون میگفتن اهل کجایی، میگفت انتهای همت. خیلی اهل شوخی و خیلی اهل شوخی و اینا بودن، خیلی خوش اخلاق بودن، خیلی خوش اخلاق بودن. یعنی تو هر جمعی که بود واقعا همه اون جمع فقط گوششون به ایشون بود که بشنون، و واقعا اون جمع رو شلوغ میکرد. ایشون از اون موقع که واقعا از خونه ما رفته، خونمون ساکت شده دیگه، یه سکوت عجیبی. خدا انشالله عوض بهتون میده. عوضهای خدای متعال همش از جنس عوضهای اون دنیایی نیست. بله. انشالله همینجا هم بهتون عوض خواهد داد. انشالله پسرتون، دخترتون، اینا مایه روشنی چشم شما خواهند شد انشالله. البته اینا هم خیلی بایسته قدر شما رو بدونن. بله. و قدر این شهادت رو. بله بله. باید بدونن. افتخار. این خیلی افتخار بزرگیه. اینو براتون نگه دارید، حفظ کنید. ان شاء الله خدای متعال به همتون عجب تو قرآن بده.